هنری است که در ایران باستان بسیار مطرح بوده و به شایستگی ها و درجات ارزشمندی هم رسیده. طبیعتاً بعد از ورود اسلام به ایران و نگرانی از باب سمبول سازی به عنوان بت پرستی، اونچه که در عربستان وجود داشته، این هنر دچار نوعی محجوریت میشه و نقوش و پیکره ها شکل خودشون رو به صورت نقش های انتزاعی در مساجد سلجوقی و در اوجش در مساجد صفوی اصفهان میتونید مشاهده بکنید. پس از انقلاب اسلامی این هنر هم همانند موسیقی کمی مورد بی‌توجهی قرار گرفت، ولی خوشبختانه بعد از سالها مجدداً رونقی رو در حوزه موسیقی و امروز هم شاهد اولین سمپوزیوم بین المللی ایران هستیم. I think there are quite a few places where you could put in more sculpture in this city, and it would certainly add another aspect to the well-being of people. توی ایران هنرمندا تنها کارشون توی سه گالری هاست، موزه هنرهای معاصر، مکانهای فقط خاص شما کارشون رو میبینید، فقط برای یه عده خاصن. چیزی که شاید برای من جالب بود این که برای اولین بار هنرهای بصری توی ایران یه ذره عمومی تر شد، این تو فضای باز مردم راحت تر میان با این کار آشنا میشن. در خیلی از نقاط شهر فضاهای مناسبی رو داریم که با کارهای حجمی اونجا میتونیم هم یک زیبایی و یک تراوت خاصی رو و در اون مناطق در واقع ایجاد بکنیم. شهر به هر صورت زیبا میشه با بودن این تندیس ها، هر چقدر اینا بیشتر بشه، من فکر کنم در میدان ها گذاشته بشه، فکر کنم قشنگتر میشه شهرمون، زیبا. بعد یک مقدار به زیبا سازی شهر توجه بکنیم.